یکی از بارسترین جلوه های سال 2018 که آخرین روزهای آن را میگذرانیم تغییرات شدید اقلیمی و گرمایش زمین بود. حوادث طبیعی امسال از یک سو نشان داد که جامعه جهانی تا چه حد در برابر این بلایا آسیب پذیر است و از سوی دیگه تا چه حد در پایان بخشیدن به آن بی اراده و ناهماهنگ عمل می کند. گزارشی در این باره. در ماه نوامبر کالیفرنیا مهلکترین آتش سوزی تاریخ معاصر را با 88 کشته پشت سر گذاشت. اوضا در حال تغییره دیگران هرچی میخوان بگن اما ما با آتش نشانان در دل تغییرات اقلیمی زندگی میکنیم و واقعیت هر روز به رخمون کشیده میشه در ماه سپتامبر گردباد استوایی فلورانس رکورد بی سابقه بارش های جوی را به خود اختصاص داد و بخش بزرگی از کارولینای شمالی را غرق سیلاب کرد و در حالی که جهان در التهاب سیل و حریق پیش می رود، دانشمندان سازمان ملل آخرین ارزیابی های خود را از این وضعیت خطیر در کنفرانس لهستان گزارش کردند. گزارش نشان میدهد ما زمان بسیار کمی برای کاهش دست کم یکونیم درجه سانتیگراد در میانگین درجه حرارت زمین در اختیار داریم برای دستیابی به این هدف جهان باید تا سال 2030 تولید دیوکسید کربن خود را 45 درصد کاهش دهد گفته نیست در سال جاری تولید دیوکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی نه فقط کم نشد بلکه دو دهم ده درصد بالا رفت که نسبت به هفت سال قبل افزایش چشمگیری بود مقام های فدرال آمریکا نیز ضمن تایید این یافته ها گزارش مشابهی ارائه کردند اما با مخالفت پرزیدنت ترامپ روبرو شد من قرار نیست کسب و کار مملکت را بخوابانم تا یک سری استاندارد احتمالاً بی اهمیت را رعایت کنم. به چین و کشورهای دیگر با هوای کثیفشان توجه کنید. آنها دنیا را آلوده کردند. چرا ما باید این هزینه سنگین را بپردازیم؟ اما تاثیر مستقیم این نگرش بر زندگی مردم یکی از عوامل شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای امسال شد و رئیس کنفدراسیون بین المللی کاپ 24 در لهستان میگوید گرچه زمان مهمی از دست رفته اما امید به ترمیم آن وجود دارد در این وضعیت هر قدمی که رو به جلو برمیداریم یک دستاورد مهم محسوب می شود و با اتفاقات ماه اخیر به نظر می رسد هزار قدم کوچک برداشته ایم لازم به ذکر است که مقابله با تغییرات اقلیمی هزینه های سیاسی اجتماعی نیز دارد یکی از راه های کاهش دیکسید کربن افزایش قیمت سوخت است که موجب جنبش اعتراضی جلیق زردها در فرانسه شد اما سیاستمداران باید بدانند آنها هزینه بیعملی سالهای پیش را میپردازند و این هزینه به صورت تصاعدی هر سال بالا خواهد رفت